در حالی که خشونت ها با گذشت هر روز بیشتر می شوند و با گذشت دو هفته از آغاز دور دوم مذاکرات در دوحه هنوز هیئت های مذاکره کننده بر سر توحید آجندای این مذاکرات به نتیجه نرسیدند، رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تا کنون از این روند مایوس نشده است. مایوس نیستیم از جریان کار، اما حداقل مسئله ای بود که در اولین فرصت باید روی آتش بس سراسری موافقه می شود. آقای عبدالله با امیدواری میگوید که پس از صلح با طالبان کمیسیون‌های ایجاد شده در شورای عالی مصالحه ملی برای مدغم سازی طالبان کار خواهند کرد. ان شاء الله به صلح برسیم، مسئله ادغام مجدد پیش میاد، مسئله مشارکت پیش میاد، مسائل مختلف است که زمینی حضور آگاهانه مردم و حضور آگاهانه و داوطلبانه و با ابتکار جوانان ایجاد میکنه. از سوی دیگر رئیس جمهور دیروز یک بار دیگر یگانه راه انتقال قدرت از خودش را به کسی دیگر برگزاری انتخابات گفت. حکومت افغانستان محکم است. مشروعیت بنیادی ملی منطقوی و بین المللی داره. اما شماری از سیاستگران میگویند به علت ناخشنودی مردم از حکومت و اینکه طالبان نمیخواهند با حکومت کنونی کنار بیایند، بحث ایجاد حکومت موقت و یا سرپرست میان سیاستگران داغ شده است. هیچ وقت از زبان طالب نشنیدیم که گفته باشند که ما امرای ازی حکومت یک جای میشیم و یا حتی امرای ازی حکومت گپ بزنیم. وقتی که امراش گپ نمیزند اگه چطور حاضر هستند که امراضی حکومت مشترکن حکومت بسازند. به گفته منابع طالبان برای پیشرفت در مذاکرات صلح خواهان راهی 7000 زندانی دیگر این گروه، بیرون شدن نامهای طالبان از فهرست سیاه و ایجاد نظام اسلامی شدند. منابع آگاه از مذاکرات صلح در دوحه میگویند که از میان هیئت 21 نفری مذاکره کننده طالبان نامهای 9 تن در فهرست سیاهند. اما طالبان در این باره چیزی نگفتند.